شاید بتونم به جرأت اینو بگم، به جرأت اینو میگم که 90% تصورات ما، اعتقادات ما، تمام چیزهایی که تو تمام این سالهایی که بهش باور داریم و زندگی کردیم اشتباهه و همشو باید بریزیم دور. اصلا خواستند که ما این شکلی زندگی کنیم، خواستند که ما این شکلی جلو بریم، خواستند. چجوری خواستند؟ از طریق رسانه، از طریق دولت، از طریق آموزش، چیزی که در مدرسه، دبیرستان، دانشگاه، تو تمام این فضای آکادمی یاد میدند. از ما خواستن که این اعتقادات و این باورهای امروزی رو داشته باشیم. خب ما عده زیادی آدم داریم که خیلی ساده اندیش و خیلی با تفکر ساده میپذیرند هر چیزی که از بچگی، از اون بد و تولد تا الان توی سرمون کردند و میپذیرند. اینها با همین اعتقادات جلو میرند. این اعتقادات میتونه هر چیزی باشه. حالا اینجوری تصور نکن که من یک چیز خاصی مد نظرم، نه، تمام اعتقادات، تمام باورهایی که وجود داره، اصولی که برای ما ساختند، اصولی که برای ما توی زندگی ساختند، انگار یه حالت الگوه، یه شابلونه برای ما گذاشتن، میگن توی این شابلونه باید حرکت کنی، توی این الگوه فقط باید حرکت کنی. اگر داخل این الگوه حرکت کنی، داری درست حرکت میکنی. قسمت جدید از بحث آزادمونه. من طوفانم و با طوفان پادکست اینجا در خدمتتونم. توی این قسمت میخوایم در مورد کامنت یکی از دوستان، یکی از اعضای خانوادهمون، خانواده طوفان صحبت کنیم. یکی از دوستان عزیزمون که همراه همیشگی ما هم هستند کامنت کرده بودن چند وقت پیش زیر ویدیوها، نوشته بودن که چرا من وقتی ویدیوها رو میبینم، ویدیوهای شما رو میبینم، ویدیوهای کانالتون رو میبینم، چرا فکر میکنم که خیلی از اعتقادات و باورهایی که داشتم اشتباهه یا همه ساختار ذهنی من نسبت به اینها به هم میریزه. چیزی که هست این که اول از همه من خیلی خوشحالم برای دوتا موضوع. موضوع اولی که من خوشحالم برای این دید روشن و دید بازی که خیلی از شما عزیزان دارید، مثل همین دوست عزیزمون، چگونه به این شکل که شخص به این نتیجه میرسه که شاید باورهای من اشتباهه. یه شعار که میگم به عنوان چیز مصنوعی، منظورم نیست، چیزی که همیشه توی کانال گفتم و هدف خود من هستش و توی کلن برنامه هامون صحبت کردیم، اینه که من دوست ندارم بپذیرید، بگی آقا طوفان داره درست میگه، طوفان هر چیزی که اینجا داره میگه، هر روز ویدیوهاشو میرم میبینم، هر چیزی که داره درست میگه. نه اصلا، اتفاقا حرف من اینه که ما باید جلوی همه طوفان‌ها بایستیم، جلوی تمام تفکراتی که دارن به خورد ما میدن. حرف من فقط یه چیزه توی این تمام چیزهایی که داریم، تو تمام صحبتهایی که داریم، تو تمام مبحثهایی که حرف زدیم، اینه که ماها فقط یه ذره شک کنیم، فقط شک کنیم به اعتقادات و باورهامون. وقتی که شک کنیم، وقتی که تردید پیدا کنیم، حالا خودمون میریم سراغ پاسخهای درست، حالا خودمون میریم تحقیق میکنیم، حالا خودمون میریم دنبال پاسخ شفاف میگردیم، به جای اینکه کورکورانه یه چیزهایی رو از بچگی بپذیریمش. متاسفانه 90% عقاید و افکاری که ماها داریم عقایدی که از بچگی تو سر ما کردن، یعنی هیچ کدوم حالا نمیشه گفت، ولی درصد زیادی ازشون رو تو اصلا نمیتونی براشون منطق پیدا کنی، دلیلی پیدا کنی. چرا مثلا باید شکل زندگی به این شکل باشه؟ چرا اصول به این شکله؟ چرا زندگی به سمتی رفته که برای ماها یک سری قوانین نوشن، انگار یک کتاب قانون وجود داره میگه زندگی این شکلیه که ما بهت میگیم، این کتابه و تو طبق این کتاب باید جلو بری. حالا این کتابه به شکلیه که دارن ذره ذره توی رسانه، توی دولتها، توی مدرسه، توی آموزش، اصلا توی چیزی که ما به عنوان آموزش و پرورش بهش میگیم، خود ما داخل ایران، دارن تو سر بچه ها میکنن، دارن تو سر
تک تکمون کردند و میکنند. و این چیزها چیزیه که میگه سرت گرم باشه به همین زندگی که داری میبینی، سرت گرم باشه به این اعتقادات و باورهایی که از گذشته وجود داره، سرت گرم باشه به همین بازی ها. خب من اینجا برگردم یه دقیقه رو موضوعمون، دوباره میام اینجا. من اشاره به این موضوع داشتم که برای دو تا موضوع من خیلی خوشحالم. یک، برای این درک و شعوری که خیلی از شما عزیزان دارید که ویدیوها رو دنبال میکنید، ویدیوها رو میبینید و به اون تردیده میرسید، به اون شکه میرسید که نکنه اعتقادی که من دارم اشتباهه، نکنه این باوری که برای من ساختند اشتباهه، وقتی دارم ویدیو طوفان رو اینجا میبینم. خب این خودش خیلی خیلی برای من ارزشمنده. موضوع دوم که باز باعث خیلی خیلی خوشحالی منه اینه که دقیقاً به اون هدفی که من دوست داشتم و میخواستم نزدیک شدیم. وقتی که دوست عزیزی به این شکل این سوال میپرسه که خب چرا من فکر میکنم که تعاریفی که من خودم دارم برای مسائل یا شکلهایی که یا اون توصیفی که من از مسائل دارم با دیدن ویدیوهای شما یه مقدار میریزه به هم، انگار همش اشتباهه، انگار همش چیزه، دقیقاً هدف ما اینجا همینه. چون میدونی خودت بزرگترین هدفی که خود من دارم ایستادن جلوی تک تک اصول و قواعدیه که برای ما ساختند، اصول و قواعدیه که برای ما زندگی ما رو ساختند. ما باید تلاشمون رو بکنیم از تک تک این باید و نبایدها بیرون بیاییم. ما باید تلاشمون رو بکنیم انقدر خودمون رو داخل این چارچوب‌های مسخره‌ای که از بچگی دوست سرمون کردن نگذاریم. پس شما دوست عزیزی که داری این کامنت رو میگذاری که به این شکل برات به هم ریخته یک سری معانی، یک سری اصطلاحات، یک سری تعاریف، کاملا داری تو مسیر درست حرکت میکنی. به نظر من مسیر درست دقیقا همینه که ما دوچار شک و تردید بشیم، دوچار این بشیم که شاید دارم اشتباه میکنم، شاید من این باورم اشتباهه که تو سر من کردند حتما مثلا باید ازدواج کنی، بچه دارشی، تولید مثل کنی، اصلا شاید این اشتباهه. پس همین که من به این تردیده برسم یعنی این که ما اینجا کارمون رو داریم انجام میدیم و من خیلی خیلی خوشحالم بابت این موضوع. دقیقا موضوع همینه. میدونید ما خیلی چیزها رو، خیلی تعاریف، حالا جدای بحث اصلا رسانه، دولت، چیزی که حکومت ها، دولت ها تو سر مردم دارن میکنن همینجوری، جدای تک تک این قسمت ها، اصلا این رو بذاریم کنار، ما داخل یک کشوری هستیم که تعاریف و معانی درستی از اصطلاحات نداریم. چرا؟ چون سواد جامعهمون خیلی کمه، واقعا سواد جامعهمون بی نهایت پایین و کمه. این سواد اونقدری کمه که تو حتی نمیتونی خیلی وقتا باهاشون از یک چیزی، از یک موضوعی، از یک آگاهی صحبت بکنی. چون که وقتی میای از آگاهی صحبت کنی، شخص نه تنها نمیفهمه، بلکه محکم خودشو به نفهمی زده، بلکه خودشو اینقدری به نفهمی زده که اصلا نمیخواد بیدار بشه. کسی که خودشو به خواب زده رو تو نمیتونی بیدارش کنی. کسی که خودشو به خواب زده رو چجوری میخوای بیدارش کنی؟ یکی از خوابه، تو یه تکونش میدی بیدار میشه، ولی یکی از خودشو الکی به خواب زده و نمیخواد بیدار بشه، نمیخواد آگاه بشه، نمیخواد بفهمه، میترسه از رها شدن، میترسه از رها شدن در دنیای بدون مفهوم، در دنیایی که هیچ چیزی وجود نداره که ما بگیم که ببین این ساختارشه، این تاریخشه، این دینشه، این خداشه، این پیغمبرشه و همه اینا وقتی زیر سوال میره براش. حالا اینجا تو فکر کن یه شخص 60 ساله، 50 ساله یهو رها میشه، انگار زیر این آدم کامل خالی میشه، بین زمین و هوا میمونه، نمیدونه باید چی کار کنه. پس سعی میکنه که خودشو به خواب بزنه، سعی میکنه با همون اصطلاحات، با همون تعاریفی که داره جلو بره تا مابقی زندگیش رو هم ببینه. چرا که بیدار شدن براش مفید شاید نیست، یعنی خودش اینجوری فکر میکنه که وقتی من 60 سالمه الان بخوام یهو رهاشم بین زمین و هوا چیکار کنم؟ بذار با این اعتقاداتی که تا امروز جلو اومدم، تا امروز زندگی کردم، پیش برم تا زندگی تموم شه. پس کار ما دقیقا اینجا همینه. کار ما اینه که تک تک موضوعات، تک تک دغدغه هایی که من، شما، هر کدوم ماها، خانواده طوفان داریم و هر روز توی ویدیوهای بحث آزاد بیایم راجبشون گپ بزنیم، هر روز بیایم توی این موضوعات با هم صحبت کنیم، با هم پیش بریم. مطمئن باشید که به جاهای بدی نمیرسه. مطمئن باشین یه خورده شاید اینجا این
کانال و این مجموعه کانال هامون، این خانواده طوفان، شاید یه خورده به دردتون بخوره. مرسی که همراه من هستید.